سهر پایستا سهر سهر یه دقیقه بایستا من همه حرفامو به تو زدم انقدر تو محله تابلو بازی در نیا سهر جان بفهم چیه؟ واسه اینه که با هم آشتی کنی میدونی که چقدر دوست دارم اینقدر من دیوونه نکن کادو به درد من نمیخوره تکلیف من روشن کن باشه قول میدم امشب با بابا صحبت کنم فقط تو دیگه قهر نباش من قهر نیستم از این بلا تکلیفی دارم عذاب میکشم باشه دیگه قول میدم همه چی رو درست کنم بگیر بفهم خداحافظ نمیخوای بازش کنی؟ میسم خواهشن این دفعه درست حرف بزن دعوانم چشم خداحافظ ساناز جون میخوای بیام کمکت؟ نه ممنون خودم میتونم بلش کن بابا از الان انقدر بهش رو نده وسایل من اینجا چی کار میکنه؟ به چه حقی دست دادیم به وسایل شخصی من؟ ها؟ همه‌شو ببریم بزنیم سر جاش. سرجان بی خودی سر و صدا ران انداز. یک ماه دارم بهت میگم پول پیشتو بیار بده. انگار نه انگار. انتظار داری صاحبخونه وسایلمونو جمع کنه بندازه گوشه خیابون؟ ما هم همخونه جدید آوردیم. پولش هم به صاحبخونه داده. رسما منو بیرون کردین دیگه آره؟ ساناز جون سحر میتونه بیاد اتاق تو؟ من که از همه اول گفته بودم یه اتاق جدا میخوام. شما هم گفتین کسی نیست. خیلی بی‌معرفتی. بعضمون بهتر از تو نیست، ولی پولمونو جور کردیم. ساناز جون شما وسایلتو بذار تو اتاق عزیز. داداش دیر به جنبی همینم از دست دادی. پسی گفتی برای چی می‌خواستی؟ موشک مردونه مردونه؟ یه دونه مردونه اینجا نیست همهش کلن زنونه نگاه کن زنونه 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 نگاه کن همه زنونه هست بالاخره هم آقایون آسکنو فرید میکنن هم خانم ها واسه آقایون میان یه سری هم به شما میزنن از پول پیشش کم نمیکنن؟ نه ده تومانشو میکنن باشت الو جانم الو میسم همین رو میخواستی من از خونه کردم بیرون انداختنت بیرون چرا همچه غلطی کردن کجایی الان میخواستی کجا باشم تو کوچه باشم اومده میسم به همین راحتی گذاشتی بندازنت بیرون؟ بهشون نشون میده میسم بله نمیخواد کاری بکنه چرا؟ یه وانت میگیرم وسایلی میبرم خونه مادرم پس چرا زنگ زدی به من؟ اشتباه کردم سر مگه من چیکار کردم؟
فقط دارم میگم چرا گذاشتی این کارو باید بکنم. یک ماه داری شرایط منو میبینی، هیچ کاری نمیکنی. از اینا باید انتظار داشته باشم؟ تقصیر من رو تو حساب باز کردم. کاری از دستم برمیومد انجام ندادم؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ یک ماه میگی میخوام با بابام حرف بزنم، از امیرعلی پول میگیرم، سحر یکی از دوستام هست یه پولی میخواد به من بده، اون پولو میدم به تو. بخو مگه دروغ گفتم؟ من اگه جای تو بودم میدونی چیکار میکردم؟ چیکار میکردی؟ ماشین زیر پامو میفروختم. اگه من اون ماشین رو بفروشم؟ آره ارزش نداره. به خاطر سحر بیام ماشین رو بفروشم؟ میدونی مشکل من با تو چیه؟ اینکه مسئولیت پذیر نیستی میسم. دوستم داری اما دوست داشتن خالی برای من کافی نیست. واسه من زندگی نمیشه که. تقصیر من احمقه که اینو دیر فهمیدم. خیلی خوب، مسئولیت پذیر رو بهت نشون میدم. چطوری؟ میریم خونه ما. به مامان بابا چی میخوای بگی؟ همه چی. آره منم احمقم، با تو را بیافتم بیام اونجا وسلم بندازن تو خیابون، بعد بگن دختره را از تو خیابون جمع کردی منو شده عروسمون، دختر آویزون پسرمون بود. آقا میسان من از بابات یه وام نخواستم، بعد بیام برم بشینم تو خونهش. سحر با من اینجوری حرف نزن. آخه من چه غلطی باید بکنم؟ چرا میری رو اعصاب من؟ گفتم که برو دنبال زندگیت برو. آخه زندگی من توی، چرا نمیفهمی اینو؟ نیستم من، اگه زندگی تو بودم که این حال و روزم نبود. منو باش، فکر میکردم میخوای برام یه زندگی رویایی بسازی، نمیدونستم آویزون یکی آویزون تر از خودم شدم. برو میسم برو. خیلی خوب باش باش سهر، برو وسالتو بردم میرم، برو من درستش میکنم، برو وسالتو بردم سهر، درستش میکنم، برو برو دیگه. خب مادر جون خدا رو شکر چیز خاصی نیست، یه دوای مختصری براتون می‌نویسم. اگه تو کیو تشریف بیارین خانه بهداش، اصلا تو داروخانه اونجا داره. دست در نکنه خیلی ممنون. هر شب استفاده کنیم آسته آسته بهتر میشه. امری با من نیست. دست در نکنه خیلی ممنون. زحمت کشید. زنده باشی. مادر جون خیلی هم فکر خیال نکنید. خداحافظتون. خدا. خداحافظ زن زری. آی دکتر ببخشید. زنده باشین جانم. ببخشید یه رایه حلی، یه دارو، یه چیزی پیش پای ما بذارین که مامانم از این گوشه‌گیری بیاد بیرون. از زمانی که داداشم شهید شده این خیلی گوشه‌گیر شده. بله. انگار نه انگار ما هم بچه‌ش هستیم. بله بله متوجه شدم. چشم. دست درد نکنه خیلی حتما. ممنون. حتما یه نسخه می‌نویسم میارم خدمتتون. دست شما درد نکنه خیلی ممنون. اینم یک یادگاری از طرف ننه زرین. البته این زمانی که سالم بود میبافتا. به به. الانم خودم بافندم. دست شما درد نکنه. دست شما خیلی ممنون. درد نکنه. زحمت کشیدین. خیلی ممنون. شما. خیلی هدیه. یه یادگاری از طرف ننه زرین داشته باشید. خیلی ممنون. خداحافظ. چی شد؟ هیچی، مسئول پانسیون میگه یه جای خالی داره منتها رزروه. یعنی چی؟ یعنی قبل از من اون آدم تخت رو رزرو کرده، تا اون نیاد میتونم بمونم. یعنی امشب میتونی بمونی دیگه؟ آره ولی منتها شاید فردا بیاد. خیلی خب حالا امشب بمون بعد کارش میخونم. سلام. سلام آقا. ترسیدی؟
اینو یه پیرزنیه به اسم ننه زرین از اینا درست میکنه. امروز یه دونه از اینا رو بهم هدیه داد، منم داشتم به مامان نشون میدادم. باشه بذار کمک کنم آقا. بفرمو. هرس نخور، شما بکشی سر و کلش پیدا میشه. شام خوردنش هم یه خط در میون شده. به بابات گفتی شام حاضره؟ میدونم جشنواره است، میدونم مهمه، هیچ کس هم از جایزه بعدش نمیاد. بله، ولی باور کنید من گرفتارم. بعدش هم خیلی بشون نه با شما نبودم، از کجا معلوم جایزه رو به من بده؟ میدونم خیلی مهمه، ولی باور کنید نمیتونم بیام. گرفتاری دارم من خانوادگیه شهرمنده. بله از طرف من از دوستان تشکر کنیم. حتما اگه خواستم بیان خبر میدم. به حال ممنونم ازتون. خداحافظ شما. فرد شب چه خبره؟ میگه فرد شب اختتامیه جشنواره است. منم یکی از شانسای مهم جایزه اصلی هست. تبریک. مبارک آقا. مامان سکه ها رو افتادی. بعد در عروسی تو خرج کنی. چه گفتی نمیام؟ یکی آقا رو یادت رفته؟ مثل اینکه فرشاب بلبرون شماست. نه برای اینکه اصلا یادم نرفته برشم بلبرون نیست، خواستگاریه. نهایتا میداختیم یه هفته دیگه، چه اشکالی داشت؟ نمیشه آیا امیرعلی، فرد شب یکی از شبای مهم منه. میدونی چرا؟ پسرم آقا دکتر قرار بریم برش خواستگاری دوماد بشه. خب بفهمید فرشب شما کارگردانی، ما چی کار بکنیم، چی بخوریم، کجا بشینیم؟ هیچ خبری نیست. گرچه شما خود دوختی و باریدی، ما فرشب سیلشگری. نه فردشب هم شما کارگردانی اتفاقا. ولی حالا ما اون وسط نسط یه خواستگاری هم میکنیم، همه جمع شدن اونجا شما رو ببینم. ما اون را سر و فردا فقط خودمون بریم یا کسی دیگه هم میاد؟ آره مادر، اول خودمون آشنا بشیم بعد به بزرگتر اطلاع بدیم. باش درست شما. سعید از میسان فرار داری؟ حالا بیروساله نه، دفتر که نایمده، همه کارش هم انداخته گردن این بنده خود سهیل. دیشب هم که دیدی تو سردرد دارم پیچی تو اتاقش، دیگه من خبری ندارم. ما شما چرا اینقدر به قضیه میسان حساس شدی؟ خب الان توی سن و سالی دوست داره مستقل باشه، اصلا دوست داره همش با رفقاش باشه. مشکل چیه الان؟ میسم اخلاقش عوض شده، همش تو خودشه، قبلا اینجوری نبود. هیچ چیش نشده بابا، طبیعت سن و سالش، اشتباه میگم بابا. حالا یه زنگ بهش بزن ببین کجاست. جواب نمیده، اون بعضی وقتا از در پشتی میاد میره تو اتاقش. حالا میرم یه سر بزنم. الو مخلصی؟ سلام هست کنه نمکش که نه شما ارسال کردیم؟ نرسیده. بله بله حتما چک میکنم، بهتون خبر میدم. اختیار دارین آقا، کجا به حق مقوطه سرشبه. نه قربون شما برم، خدافز. از در پشتی اومده رفته تو اتاقش. خب میگفتی بیاد شامشو بخوره. گفتم بهش، میگه حمله دارم. آخه این چه بازیه؟ یا حمله داره یا میخواد شبیخون بزنه یا پول میخواد جمع کنه شهر بسازه. اصلا اشتباه کردم اینترنت پرسرعت گرفتم. این بچه معتاد شده به این بازی ها. پشت خطش بود. شما چرا اینقدر به این موضوعی میسم حساسیت نشون میدی؟ بابا همین کار رو میکنه، خب اونم لج میکنه دیگه. ازت خواهش کردم پشت قطع کن. نه نکن لطفا این کار ماما. شامونو بخوریم، اونم میاد میشینه شامشو میخوره. خواهش میکنم شاممونو بخوریم. بابا حالت خوبه؟ آره بابا.
این کارو نمی کردم از اتاقش بیرون نمی اومد. سعید داد چون بکشم. اینترنت چرا قطع شد؟ علیک سلام. برای اینکه موقع شامه قطعش کردم. دست به اون زدی نزدی ها؟ مامان من وسط حمله ام. من این چیزا حالیم نمیشه. بیا بشین شامتو بخور. من اصلا شام نمیخورم، بیرون غذا خوردم. به زور که نمیتونم غذا رو بدم بره پایین. مگه خونه شام نداریم که بیرون غذا میخوری؟ اصلا میدونین چیه؟ آدم جایی که دلخوشی نداره غذا گلوش پایین نمیره. ببخشید ما باید چیکار کنیم که شما دلخوش باشین؟ همین دیگه، فقط منت بذاریم، منت کاری که وظیفتون رو باید انجام بدیم. آقا مرسن داره خیلتون، اگه یکم چشم رو داشتی باید نمیستدی تو روی مادر لغز بخونی. تو این سال ما چیکار برای تو نگردیم؟ هر سازی زدی باید رقصیدی. بابا جون ما دیگه خسته شدیم، نمیتونیم برقصیم. من اگه ساز زدم بلد بودم اوزان بهتر از این بود. بعدشم مگه واسه من چیکار کردیم؟ ها؟ یه جوری میگین انگار چیکار کردیم واسه من. راست میگی بابا، ما چیکاری نکردیم. ما بازور تو رو فرستیم فوتبال، بازور رفتیم پارتی دیدیم، باشگاه دیدیم، پول هر اومد کردیم که بری بازی کنی بعد اون خودشی تمام بشه دیگه نری. بازور فرستادیم موسیقی، اتاق آکوستیک کردیم، وسیله خریدیم، 4 تا تراک مزخرف بدی بیرون، 20 میلیون پولو حروم کنی بعدش هم خسته بشی. ما بازور فرستادیم دنبال تور، بری لیدر تور بشی، چی بشی از این مسخره بازی ها؟ برای دستگاه میکسر بخری، مونتاژ یاد بگیری، همه این کارا رو ما یه احمق بازور برشو بنجام. آقا تو بخور ولش کن. شام میخوری یا نه؟ اگه میخوری بشین، اگه نه برو تو اتاقه. من که تدوین یاد گرفتم، وقتی بهم کار نمیدی من چی کار کنم؟ بعدش هم الان 3 ماه واسه یه دونه کارت معافیت داری منو میچرخونی. کارت معافیتی که میدونی چقدر برای من مهمه، میدونی چقدر از استرسم کم میکنه. حالا فکر کنم ما واسه شما کارتم گرفتیم، برنامه چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ حداقل تکلیف ما رو معلوم کن. من که برنامه رو گفتم، میخوام بزنم تو کار آزاد، میخوام بوتیک بزنم. تا یکی دو ماهی دیگه دلتو بزن و ول کنی. نه آقا میسم دیگه از این خبرها نیست. تا نفهمی مسئولیت پذیری یعنی چی تو زندگیت، من دیگه یه قدمم برات بر نمیدارم. این بوتیک و این حرفا رو هم بهونه نکن. میخوای درس نخونی؟ بگو درس نمیخونم. تکلیف ما روشنه. همیشه بهت گفتم درس خوندن برای من تو زندگی خط قرمزه. درستو بخون، همه رقم نوکرتم، هر چی بخوای برات فراهم میکنم بابا. اینقدر واسه من خط نشون نکشید. برید ببینید پدر مادرها برای بچه‌هاشون چی کار میکنن. بچه بزرگ کردیم، مسئولیتش هم باید قبول کنید. اگه من میدونستم اون بچه تو میشی غلط میکردم که خط و خطا رو بکنم. سعید از اول هم میدونستم تو این خونه جای ندارم. تمام زندگیتون شده این آقا پسر، هر چی که بخواد سریع آماده میکنیم. تازه ناراحتی که چرا بیشتر نخواست؟ من دیگه از حقم کوتاه نمیام. یا برام معافی میگیرین یا پشیمون میشین. سعید بنش کن. سعید بشین. بزنی که بری تو اتاق دادم ندی بگو بابا. از همه تون متنفرم. دیگه پشت گوشتون رو دیدیم منو میبینی. به سلامت. میسم سعید ولش کن. امیر علی برو جلوشو بگیر. علی ولش کن. همچین بچه نمک نشسته نباشه بهتره. بیا بشین امیر علی. میسم یه دقیقه وایسا گوش کن ببین چی میگم. با این حالت عقب امیرعلی برو عقب. چرا شلوغش؟ برو عقب میسم. وا کن درو وا کن. آه چی میگی؟ با این حالت نشی پشت فرمون. اه تو یکی گم شو عقب که ریخته. تو یکی رو نمیخوام ببینم بچه مثبت. خوشحال باش که من انقدر بد هستم که تو یکی خوب به نظر بیای. آقای دکتر الان جاتون بودم الان میرفتم یه چیز دیگه میخواستم سری بهم میدادن. باشه الان برو عقب. آروم برو.
هرگز. بیا برو بالا، بی خودی خود خسته نکن. تلفنش جواب نمیده. بابا نگران نباش، میسن آدمی نیست که بلای سر خودش بیاره. بیا برو بالا. تو کجا میری؟ من میرم کار دارم. میرم برمیگردم. خداحافظ. خب الان همه چی درست شد؟ نگفتم دعوا نکن، درست حرف بزن. من حرف زور تو کلم نمیره. حرف زور؟ تعریف تو از حرف زور چیه؟ اینکه مامانت بهت میگه بیا شام بخور حرف زوره؟ چرا سیاست نداری یه ذره از امیرعلی یاد بگیر؟ سهر جان، من میسمم، اون امیرعلی، من نمیخوام مثل اون باشم. اوضاعمون خیلی خوبه. من امشب به زور یه اتاق تو پانسیون گرفتم، تو هم که آواره کوچه و خیابون. چرا آواره کوچه و خیابون؟ میرم خونه یکی از دوستان. امشب میرم اونجا، فردا شب چی؟ میسم تو هنوز مستقل نشدی، واسه اینکه همه چیزو درست کنی باید درست رفتار کنی، خیلی هم سخت نیست. امشب هم برمیگردی خونه. بی خود، من دیگه پامو اونجا نمیذارم. حرف آخرت همینه؟ سر چرا نمیفهمی؟ تو هم اگه اونجا بودی اون حرفا رو بهت میزدم میرفتی دیگه، پشت سرت هم نگاه نمیکردی. مثل اینکه قرار نیست چیزی تغییر کنه. حرفای صحبت که یادته، ظاهرا نه میخوای نه میتونی. الان اومدی منو ببینی که چی؟ پشت تلفن گفتی میخوام ببینمت، الان که چی؟ اومدم که تو جریان بذارمت، برای اینکه نمیدونم چی کار باید بکنم. یه را بیشتر نداری، اینکه امشب برگردی خونه معذرت خواهی کنی، همین. حالا باز خود دانی. میسم، اگه منو دوست داری به حرفام گوش کن، یه مدت کوتاه. دست درد نکن، کادوتم خیلی قشنگ. این نامه رو این بنده حقیر سعید شریفی و همسر بهترین دوستم امیر حسین مهدوی نوشتم. خانم زمان، الان 6 ماهه که با کوله باری از درد و رنج روزگار گذراندم و این درد و رنج از همون روزی شروع شد که امیر حسین به شهادت رسید. بهترین دوست من و همسر شما، امشب فکر میکنم آخرین شبی باشه که توی این دنیا هستم. قرار برای تصویر برداری از عملیات صبح زود عازم شیم و من تمام شب و دعا کردم که خدا دعام مستجاب کنه و شهید بشم. یه حسی به هم میگی که این اتفاق میافته و دعا میکنم که خدا تنها خواستم و اجابت کنه، چون در این صورتی که میدونه به آرامش میرسم. هرچند که از مواجه شدن با امیر حسین هراس دارم، اما این عذابم کمتر از اون روبرو شدن نیست. این نامه رو می نویسم و از شما می خوام که منو به خاطر کاری کردم حلال کنید. نمی خوام بار گناه همو سبک کنم و امیدوارم این خواسته آخرم رد نکنید. من خودم باعث شهادت امیر حسین می دونم. من بودم که برگه های مأموریت رو عوض کردم، با اینکه میدونستم امیر حسین یه مسافر داره، با اینکه میدونستم چقدر دوست داره بچه‌شو ببینه. جانم علی. سلام سعید، خواستم بهت خبر بدم میثم حالش خوبه. بهم
زنگ زد گفت میاد خونه، نگران نباش. خب الحمدلله، خدا رو شکر. تو حالت خوبه؟ کجایی؟ من خوبم، خوبم. امامزاده هستم. میخوای بیام دنبالت؟ نه نه، تو بگیر استراحت کن، من خودم میام. مطمئنی حالت خوبه؟ آره نرگس جان، حالم خوبه. پس بیدار میمونم تا برگردی. نه تو استراحت کن، برو بگی بخواب، من خودم میام. باشه، پس منتظرتم. خداحافظ. خداحافظ. چیزی تا به دنیا آمدن امیرعلی نمونده. هنوز چشم راه امیر حسین هستم. اون سرش میرفت، حرفش نمیرفت. به خودم میگفتم الان دیگه میاد. الان از راه میرسه و با لبخند همیشگیش بهم نگاه میکنه و میگه دیدی بهت گفتم میام. ولی نیومد. هیچ وقت نیومد. و این تنها باری بود که امیر حسین به قولش عمل نکرد. خدایا این چه حکمتیه؟ چرا الان بعد از این همه سال، حالا که کنار نرگس آروم زندگی میکنه؟ من که همه تلاشم رو کردم که اونو امیرعلی رو خوشبخت کنم، خودت هم دیدی. میدونم پیش تو آبروی ندارم، ولی جلوی آدمات منو بی آبرو نکن. اگه این نام فاش بشه دیگه چطور میتونم تو روی نرگس و بقیه نگاه کنم؟ به جناب شریفی، خوشحالم ساخت فیلمو به عهده گرفتید. قراردادتون هم آماده است آقا. سلام نرگس، تو هم اینجایی؟ این نامه منه. حاج آقا، مگه قرار نیست من این فیلم مستند رو بسازم؟ باید این نامه ها دست من باشه، درسته؟ بله، ولی اتفاقی شد. خانم زمانی تشریف آوردن توی اتاق، نامه ها روی میز بود، دیگه کاری از دست بنده ساخته نبود. نرگس، اون نامه رو بده من، بعدم برات توضیح میدم. این نامه خصوصیه، نمیخوام جلوی دور میخونده بشه. میگم بده من، بعدم برای توضیح میدم. حاج آقا کشکار، ما قرارمون این بود. خانم خواهش میکنم نامه رو بدید، خودم تحویلتون میدم.
دلیل نمیدم که نامه شخصیمو بخوام به شما بدم. با اجازه. نرگس. توضیح میدم. من باید برم. کارتون زندگی من رو دفتیم به هم بیداده بیداده ببینه چی شد یه نامه شد تموم زندگی یه اعتراف ساده از خودم نوشتمش که باورت بشه